با سلام، بیننده های شریف و نجیب. در امریکا اوضاع انتخاباتی رو به وخامت است. نرخ ریاست جمهوری به نظر می رسد که حال مرگ است. در تاریخ امریکا چنین چیزی مشاهده نشده بود. قاتل ناکام ترامپ هم یک نویسنده مالی خولیایی است که نفر جمع می کند می برد به جنگ روسیه. در خود جنگ در اوکراین، روسیه بر علاوه ای که 6 شهرک جدید تصرف کرده، برج معدن یوژنو دونباسکایا را هم تخریب کرد. مک فیلم شدیدم، یعنی مثل برج دوقلوی نیویورک فرو ریخت. پسکوف سخنگوی کرملین در مورد قصد ترور ترامپ گفتی کار ما نیست. خب مگر کی گفته بود کار شماست؟ البته گفته ما اطلاعاتی داریم، از امریکا می زیر نظر داریم، اوضاع اونجا متشنج است. بین رقبای سیاسی خاصتا مبارزه سیاسی شکل حاده به خود گرفته. ما مترصد اوضاع هستیم اما مداخله نمی کنیم. در میدانهای جنگ پیشروی های ارتش روسیه در خارکوف و اوگلدار در جریان است. نیروهای روسی در اوکراینسک، اوگلدار نزدیک ودیانویا، یکاترینوفکا، اسپورنویا در منطقه دونتسک و کولسنیکوفکا در منطقه خارکوف در اینجا پیشروی کردند. همچنان کنترل چندین شهرک در ولایت کورسکا به دست گرفتند. انکشاف جنگ به این شکل این روزمره است. حمله نیروهای مسلح روسیه به یک پناهگاه اوکراینیا در ساحل راست منطقه خرسون صورت گرفت. نیروی هوایی به نقطه استقرار گردان 205 نیروی زمینی اوکراین حمله کرد در شهرک گلوشکوفکا در خارکوف. انفجار بسیار بزرگی روی داد. اما انفجار بسیار بزرگتری که پیشتر گفتم، ارتش روسیه برج معدن یوژنو دونباسکایا را زد، یعنی منطقه ای که مثلا در اونجا نیروهای اوکراینی استحکامات داشتن در زیر برج. و این مهمترین حادثه تقریبا 24 ساعت پیش است. نیروهای روسیه قلم معدن یوژنو دونباسکایا را هم گرفتن. 4 کیلومتر تا منطقه بوگویاولنکا اینا فاصله دارن که تنها جاده و گلدار منطقه از اونجا میگذرن. نیروی روسی همچنان وارد استحکامات نیروی اوکراین در امین منطقه که شدن، ایره البته خود منابع اوکراین هم نوشتن. در مقابل اوکراینیا بر منطقه بلگرود گلادکوف عمله کردن. گلوله باران سختی بود، من فیلم شدیدم. 8 غیر نظامی در داخل شهر زدن، در ولایت مرزی بلگرود با اثر برخورد مستقیم به صلاح یک موشکال بالا یک منزل شخصی، تقریبا در پارکینگش 15 موتر سوخت. برحال صدمات بر بلگرود همیشه زیاد است. پنجره ها میشکنن، سقف ها فرو میریزن، نماها از شکل میفتن، خط لوله گاز آسیب میبینه. این مشکل همچنان ادامه داره. دفتر مطبوعاتی سرویس اطلاعاتی خارجی روسیه یک گزارش مهم دیگر داده که معلوم نیست بعد از چی میشه. بر اساس اطلاعات دریافتی سرویس اطلاعات خارجی، اینها نیروهای کیف و پیشنهاد امریکایی روی سناریوی تحریک به اصطلاح یک راه اندازی یک تحریک تبلیغاتی بسیار غیر عادی کار میکنن. چی میکنن؟ بالای یک مهد کودک قرار است حمله شود. وقتی که حمله شد بیمارستانشان میزنن، خاکستر میشه و بعدا میگن که این حمله موشکی روسیه بود زد. ایره پیش از پیش سرویس اطلاعات خارجی روسیه افشا کرده. خب ترامپ چگونه دوباره مورد حمله قرار گرفت؟
خو یه آدم کدام تجربه نظامی نداره، کسی که زده نیخواست بزنه. در سال 2023 به نیویورک تایمز گفته بود که من میرم بعد از اینکه تهاجم روسیه بر اوکراین شروع شد، من به اوکراین سفر میکنم. جنگجویان افغانستانی را که دست طالبا فرار کردن ما استخدام میکنم، میارم به جنگ اوکراین. اما وقت در فیسبوک خود نوشت که او سربازا، یعنی منظورش افغاناست یا کسایی که داوطلب جنگ است، با ما تماس نگیرین، من تلاش هستم که اوکراین سربازان افغان جذب بکنن. گزارش های اولیه میگه که این آدم دارای سابقه کیفری هم بوده و سی بی ایس هم گزارش کرده که جرایم متعددی از جمله حمل مخفی، سلاح و گپا قبلا در کیفرنامیش بوده. یعنی در ما شما که در وطن میگیدم علم و خبرش اونمی چیزا بوده، انواع جرم. ای در سال 2002 با سلاح کشتار جمعی هم دستگیر شده بوده، مگر چطوری ریلا کده؟ ای آدم رایان وسلی روت نام داره، 58 سال سنش است، از هاوایی امریکاست. در روز 15 سپتامبر در نزدیک باشگاه گلف ترام در وست پالم بیچ در فلوریدا با یک تفنگ AK-47 خود پت کرده بود که بزنه. همین AK-47 و ما شما کمی آشناسم نامش. AK-47 اونمو تفنگ های کلاشینکوف است که ما شما در وطن خود بسیار زیاد داشتیم. یک تفنگ تهاجمی نیمه اتوماتیک و اتوماتیک است که در سال 1947 به وسیله میخائیل کلاشینکوف در اتحاد جماهیر شوروی طراحی شده بود. AK-47 اونمو است و این سلاح به دلیل یک ساختار ساده که داره بسیار در شرایط سخت ای کار آمد است. AK-47 چرا یه آدم به ترور ترامپ انتخاب کرده بود؟ یکی از امو مرمی های به اصطلاح خاص استفاده میکنه که قدرت اثراتش بالاست، مرمی هایش خاص است. دیگه ای که بردش از 300 تا 400 متر است، از فاصله 400 متر سل میزنه. با وجود که AK-47 از بسیار دور میزنه، اما ای انتخاب کرده بوده 400 متر. دیگه ای که شاجورایش هم خشابش 30 تا مرمی داره، همین 30 مرمی ما شما خب بلد هستیم بایی. اینی را نگاه کرده بوده تا این دفعه کار ترامپ تمام بکنه. ای تو به نظر میرسه که قصد از این ترور ترامپ بوده، ماموران مخفی را قبلا شناسایی کردن، با او شلیک کردن، فرار کرده بوده، بعدا دستگیر شد. رایان رود درباره اهداف آمدن به کیف پیشتر که گفتم، گفته بود وقتی که آمده در جنگ اوکراین، گفته که ای چیز ای درگیری سیاه و سفید است، بین خیر و شر است، من طرف خیر هستم. خیر دیگه منظورش اوکراین است. ای داستان ای جنگ مثل فیلم هایی است که ما تا بال تماشا میکنیم. خب کسی برش گفته بود یه چی میکنی؟ میگه من آمدم که بر جنگ سازماندهی بکنم. رایان وسلی رود مزنون به ترور ترامپ. خلاصه یک فرد حامی اوکراین است. کتابی هم تا نوشته به می عنوان به نام جنگ غیر قابل پیروزی اوکراین. کتاب نوشته پیش از اینکه بیا کشتن ترامپ یا سربازای افغان جمع کنه. بسیار در کتاب خود گفتم میشه، من یادداشت های دنبال کردم که بررسی جنگ اوکراین و پیچیدگی های جنگ اوکراین بیخی تحلیل کرده، سابقه نظامی هم نداره. خب یه آدم قبلا از ترامپ انتقاد کرده بود و جالبیش است که در 2016 به ترامپ رای داده بود. این آدم مگر در سالهای اخیر میگه من سیاست از این آدم ناامید شدم. تحقیقات اف بی آی ای را سرش کار میکنه که چطور ناامید شده، ایری که ناامید کرده. خب این قاتل دوم است دیگه به سلام. و نیوزویک هم در مورد تلاش های خود در مورد استخدام جنگجویان آشکارا گفته بود، در جایی هم که پنهان شده بود همون یک AK-47 بود و
یک دو کوله پشتی و یک گوبرو دوبرین چیز دوربین های ورزشی بسیار اساس میگه در بین بوتا پنهان کرده بودن. حال ایره گرفتن معلوم نیست که مایی چی می سازن. شاید بگویند که والا ای روانی بود، یا شاید بگویند که ایره مثلا ایران استخدام کرده. هر چیزی می شاله. منتها یک چیز است که معلوم میشه که جنگ اوکراین بالای خود امریکا اثرات گذاشته. این انتخابات امریکا را به اصطلاح گد و ود کرده میره. این کتابی هم که آدم نوشته با همکاری همسر خود و همسر خیر ویرایش هم کرده بوده، به سبک داستانی و احساسی نوشته شده، بسیار زیاد مخاطب با یک الفاظ عمیق و اثرگذار به جنگ دعوت میکنه. مدودوف گفت که نمیفهمم که اگر معلوم شود که تیرانداز ناکام جدید ترامپ یاد که مزدوران برای اوکراینی جذب میکرد، یعنی ممکن است توسط رژیم نیونازی اوکراین بر این سوی قصد استخدام شده باشد. نگاه روسیه ای است. چرا ترامپ همیشه میگفت که مدام یک تلفن جنگ اوکراین ختم میکنم، تیمی که در اینجا اوکراین است نیونازی ها اینا ایران مانده بودن که ما چی کنیم؟ هر چیز امکان داره، اما ای با کنار که دست اوکراین باشه یا نباشه، ما یک چیز است بیشتر از نظر اما عنصر ایتو استراتژیک قضیه میبینیم که امریکا دستخوش بی موازنگی است از درون. ما این قسمتش میبینیم و اگر این موازنه برهم بخوره در این انتخابات، دیگه تمامی به اصطلاح دستای درازی که امریکا در هر جای داره ممکن است یک چیزی شوه مثل فروپاشی اتحاد شوروی سابق و شاید حتی بدتر از او. در اتحاد شوروی سابق جنگ داخلی در نگرفت و یک رقم همه چیز هر کس رفت و خود یک سرنوشت ساخت، اما اینجا چطور میشه؟ یک موضوع بسیار پیچیده است. تا انتخابات ممکن است حوادث دیگه هم اتفاق بیفته و این بود داستان او نویسنده مالی خولیایی که جنگ اوکراین جنگ شر و خیر گفته است.